گلاره عباسی، بازیگر سینما و تلویزیون، متولد سال 1362 در تهران است. به فارغ التحصیل رشته معماری از دانشکده هنر می باشد و یک خواهر دارد که کارشناس تغذیه است. گلاره عباسی در اواخر ماه رمضان سال 94 با همسر خود ادیب راد ازدواج کرده است. او در صفحه اینستاگرام خود نوشت: به نام پروردگارمون آغاز میکنیم زندگی مشترکمون رو تا در کنار هم جوانتر شویم و عمیق‌تر، و امید است که همراه ما در این پیوند صداقت باشه و شرافت. با دعای خیر شما مردم خوب وطنم. او درباره ازدواجش گفت که سنتی برخورد کردند و یک سال پیش ازدواج کرده است. همه چیز خوب است و عالی است و بسیار آدم همراهی است. او در ادامه گفت: زندگی خصوصی من به دو بخش تقسیم می شود. یک بخش مربوط به قبل از ازدواج و بخش دیگر پس از ازدواجم است. کلن هیچ وقت با اینکه در زندگیم سرک بکشم مشکلی نداشتم. هیچ وقت ناراحت نشدم. او در ادامه می گوید: اما بعد از ازدواج شرایط فرق دارد، چون زندگی خصوصی دو نفره است. در این شرایط باید هر دو نفر رضایت داشته باشند. البته تا حدودی علاقه‌مندان را از طریق اینستاگرام در جریان می‌گذارم، اما هم من و هم همسرم دوست نداریم سوژه خیلی از ماجراها شویم. او همچنین در ادامه می‌گوید: به همین خاطر هیچ موقع مصاحبه دو نفره نمی‌کنیم و همسرم هیچ وقت به مصاحبه‌های مجلات نمی‌آید. چند مجله از ما خواستن تا عکس عروسی ما را روی جلد کار کنند، ولی ما دوست نداشتیم. به خوب یا بد بودنش کاری ندارم. او همچنین میگوید: اصلا نمیتوان گفت این کار خوب است یا بد. به روحیات آدم ها بستگی دارد. مثلا اینطور نیست که در برنامه های سال نو دو نفره برویم یا عکس های خانه‌ای که در آن زندگی میکنیم را روی اینستاگرام بگذاریم. فکر میکنم این کارها خیلی با روحیات همسرم سازگاری ندارد، چون آدم خیلی آرام و بدور از حاشیه است. به همین خاطر سعی میکنم عکسای دو نفره از خودمان را روی اینستاگرام نگذارم و جاهایی که دو نفره دعوت میشویم و دوربین آنجا هست نمیرویم. در کل سعی میکنم در این موارد با احتیاط رفتار کنم، اما همچنان در رابطه با خودم آزاد و بی‌پروا هستم. گلاره عباسی درباره خلاف بزرگی که مرتکب شده میگوید: بالاخره همه ای ما یک دنیای یواشکی داریم که درونش کلی راز هست و هیچ وقت نه من و نه هیچ کس دیگری نمیآید مطرحش کند. بیشترین خلافهای من که میشود عنوانشان کرد، خلاف کردن در حین رانندگی است. او میگوید: حرف زدن با تلفن یکی از رایج‌ترین کارهای خلاف قانون است که هم من و هم خیلی از مردم موقع رانندگی انجام میدهند، و در این حال همیشه میگویند باید به قوانین احترام گذاشت و قانون را رعایت کرد. او میگوید: من تا به حال آدم نکشتم و دزدی نکردم. البته منظور از دزدی را باید مشخص کرد. من مطلبی علمی میخواندم که در آن گروهی را مورد پرسش قرار داده بودند که آیا تا به حال دزدی نکردید، و آنها هم گفته بودند معلوم است که دزدی نکرده ایم. پرسشگر گفته بود: تا به حال پیش نیامده که در جایی خودکاری روی میز افتاده باشه و شما آن را برداشته باشید و با خود ببرید، و این را هم به نوعی دزدی تعریف کرده بود. او میگوید: دوستی برای خودش تعریف دارد. اگر من بخواهم باید بگویم که تا امروز از کسی کلاهبرداری نکردم، جیب کسی را نزدم و هیچ وقت پیش نیامده که از کسی پول قرض گرفته باشم و برنگردانم. اگر بگردیم ممکن است خیلی چیزها را پیدا کنیم که خودمان از آن غافلیم و انجامش دادیم. او در ادامه میگوید: با همه این توضیحات باید بگویم که جنایت نکردم، ولی اگر به یک سری جزئیاتم توجه کنیم ممکن است کارهای انجام داده باشم که هم به لحاظ قانونی و هم از دیدگاه‌هایی که به قانون ارتباط چندانی ندارد خلاف بوده، و نه فقط من بلکه همه آدم‌ها کارهای از آن دست را انجام دادند. او میگوید: برخی از سلبریتی‌ها هستند که دزدی کردن را دوست دارند. یونا رایدر را یک بار برای دزدی کوچکی دستگیر کردند. او قطعا نیاز مادی نداشت که به خاطرش مجبور باشد شیر آب از یک فروشگاه سرقت کند. این کارها بیشتر یک نوع بیماری است. مثلا بعضی آدم‌ها وقتی از رستوران خارج می‌شوند، نمکدان را با خودشان می‌برند یا چنگال‌ها را برمی‌دارند. اینو رفتار رفتی به سلبریتی بودن آدم‌ها ندارد. او در ادامه می‌گوید: من آن نوع بیماری را ندارم. تا امروز دزدی علنی انجام ندادم. البته ممکن است خودکاری را که خوب مینوشته از دفتر فیلم با خودم آورده باشم، یا اینکه از آدم سه دوستم به جای یکی دوتا برداشته باشم.
گلاره عباسی معتقد است نقش اکرم در سریال شهرزاد بودهای مختلفی دارد که باعث می شود مردم با آن ارتباط برقرار کنند. گلاره عباسی بازیگر نقش اکرم در مجموعه شهرزاد درباره مسیری که در بازیگری طی کرده است اظهار کرد: بیشتر هدفم بین کارهایی که پیشنهاد می شود انتخاب کار خوب و کاری است که بهتر و پربارتر به نظر می رسد. مدیومی که در آن حضور پیدا می کنم خیلی فرق ندارد. همچنین او می گوید سریال مخاطب زیادی دارد و این مخاطب میلیونی و گسترده بسیار ارزشمند است. البته در سینما هم تجربیات خیلی خوب و جذابی داشتم و امیدوارم این روند کاری در سینما هم بیشتر شود. گلاره عباسی درباره تجربه حضور در شبکه نمایش خانگی توضیح داد: خوشبختانه کار در شبکه نمایش خانگی را با سریال شهرزاد که بسیار پر مخاطب بود شروع کردم. به همین دلیل شهرزاد برای من لذت بخش و پرخاطره بود و خیلی از کار کردن در این رسانه لذت بردم. عباسی کار با حسن فتحی را تجربه جذاب و لذت بخش توصیف کرد و در ادامه درباره دیالوگ نویسی این کارگردان و نویسندگان سریال گفت: به نظرم تسلط ایشان به بازی گرفتن و همراه کردن بازیگر رو یک دستی در اجراها واقعا از نقاط برجسته برای بازیگر است. برای من هدایت ایشان به عنوان کارگردان همیشه خوب بوده است. تا حد این شیوه دیالوگ ها چیدمان صحنه و قصه با هم همراه است که نمیتوان مجزا و جداگانه درباره آن صحبت کرد. خوشبختانه مخاطبم خیلی با کارهای آقای فتحی همراه میشود، کاراکترها را باور میکند و همیشه کارها و سریالهای بسیار موفقی داشتن که در جان و دل مخاطب اثر کرده است. گلاره عباسی که در فضای مجازی هم فعال است درباره بازخوردهایی که از ایفای نقش اکرم در فضای مجازی گرفته است بیان کرد: از آنجایی که با دنیای مجازی در ارتباط هستم همیشه تا جایی که فرصت باشد کامنت ها را میخوانم. مردم خیلی با کاراکتر اکرم ارتباط برقرار کردند. این نقش به نوعی نقش منفی یا خاکستری است و مردم تا حدی با قصه و کار ارتباط برقرار کرده بودند که از من گله میکردند. آنها واقعا با قصه همراه و نگران کاراکترهای داستان بودند. عباسی در ادامه با اشاره به علاقه مردم به قصه های عاشقانه و تاریخی اظهار کرد: در شهرزاد به شعور مخاطب احترام گذاشته شده است. برای این کار زحمت کشیدند و نخواستن فقط کاری ساخته باشند، خواستن مجموعی در شأن مردم بسازند و مردم به خوبی اهمیت را متوجه می شوند. برای همین هم از سریال حمایت می کنند. گلاره عباسی هم در نقشای مثبت بازی کرده و هم در نقشای منفی و در این باره می گوید: خیلی خوشحالم که فقط در نقش مثبت بازی نکردم و توانستم این تفاوت‌ها را تجربه کنم. نقش منفی و خاکستری خیلی جذاب است و وقتی با آن همراه می‌شوی جای بازی زیادی دارد. درباره اکرم در شهرزادم باید بگویم که من این نقش را خیلی دوست دارم چون بُعدهای مختلف و پایین و بالای زیادی دارد. بازیگر نقش اکرم که در هر دو فصل سریال شهرزاد حضور داشته است در پایان گفت: از همراهی در این پروژه خیلی خوشحالم و از ساخت فصل دوم خوشنود و راضی هستم. نقشم را خیلی دوست دارم و از همکاری با بازیگران توانای سریال مانند شهاب حسینی نازنین که بسیار همراه است، استاد نصیریان، ترانه عزیز، پریناز عزیزم، خانم رویا نونهالی و همه دوستان خوشحالم. ما لحظات خیلی خوبی داشتیم. گلاره عباسی بازیگر سینما و تلویزیون میهمان برنامه دورهمی از مهران مدیری بود. گلاره عباسی گفت سنش 33 سال و نیم است. او گفت که دچار بحران 30 سالگی بوده است چون دهه 20 و دهه 30 با هم خیلی فرق داشته است. او همچنین گفته بود که در سن 25 سالگی همه چیز برای من تغییر کرد. شرایط زندگیش در دهه 20 و دهه 30 زندگیش خیلی متفاوت بوده است. او تجربه کار کردن پشت دوربین را با دستیار و برنامه ریز شروع کرده بود و از بیرون ماجرا را می دید و دوره پرمسئولیت تری داشته است. گلاره عباسی دستیار کارگردان مرزی برومند بوده است و از او برای آنچه آدم مسئول تری شده است تشکر کرد. مهران مدیری می گوید وقتی گلاره عباسی سر صحنه می آید مرتب است، دیالوگ هایشان را حفظ هستند و دیگران را از این نظر عصبی می کنند چون بی نظم هستیم، حوصله و اعصاب نداریم. مهران مدیری از گلاره عباسی پرسید گفتی جایی که دو نفر را نمیتوانم ببخشم درست است این حرف؟ گلاره عباسی یک نفر را تایید کرد و گفت یک گروه یک سیستمی است که در کار اذیتم کردند. او در ادامه میگوید من دو سه دوره آموزش بازیگری دیدم که بهترینش امین طارق بوده. من از اونجا فهمیدم که اعتماد به نفس کاری میتوانم داشته باشم و میتوانم کار بکنم.
اما قبلش خیلی از دوستان من از شهرستان آمده بودن، هزار ذوق و شوق داشتن. مدرسان آنجا هم تلاشی نمی‌کردن که بچه‌ها رو وارد فضای حرفه‌ای بکنن یا بگوین این مبلغی که داری رو به عنوان پول صرف نکن، یا ترم بعد هم نیا، یا صبر کن تا وارد فضا شوی. در ادامه میگوید این خیلی آزاردهنده بود برای من. بعد از اینکه وارد بازار کار شدم همیشه خشمی نسبت به آن دوره دارم. همکلاسی های من که شاید بسیار با استعداد بودن اما شرایطش را نداشتن. آدم هایی که مدرس بودن باید مسئولانه تر ببینن. او در ادامه میگوید خدا رو شکر که بعدش به کلاس های آقای امین طارق رفتم و آماده این کار شدم. مهران مدیری هم گفت این بی‌انصافی ها در بعضی از آموزشگاه های هنر یا بازیگری میشود متاسفانه.